جنبوزی در جان امکان گفت که ای توانستی گل معنا شکف. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، خدمت خداوندگار ایران. امیر درخشان عزیز برنامه را هدایت میکنه، از او صمیمانه سپاسگزارم. از همه بینندگان تلویزیون ایران فردا، این کتاب ملاحظه میفرمایید، حکایت نگفته، جالبه، مجموعه آثار آهنگین یا موسیقیایی معینی کرمانشاهی، شاعر برجسته ما، شاعر ترانه سرای سرشناس دم، سالها پیش وقتی در لس آنجلس بود و هم در یک گفتگوی تلویزیونی صحبت میکردیم، از او درباره ترانه هاش سوال کردم، دیدم چندان علاقه ای نداره، انگاری که این خلاقیت ها مربوط میشده به دوران خردی و به دوران جوانی. و حالا استاد دیز باستری نسبت به جهان و تاریخ و روزگار پیدا کرده، در نتیجه اون کارها رو بهش چندان اهمیت نمیداد و من نگران بودم. اینکه آخر دیدم مجموعه آثار موسیقی های او واقعا که برخی از اونها رو برجسته ترین خوانندگان تاریخ موسیقی ایران اجرا کردن، در این مجموعه به همت پسرش حسین، فرزند نازنینش، گرد آمده. و چه کار درخشان و چه کار قابلی، مجموعه ترانه های معینی کرمانشاهی عزیز و ارجمند ما لطف کرده، نسخش هم از راه دو برای من فرستاده با یادداشتی که صمیمانه از او سپاسگزارم، ممنونم. یادم در دوران شبهای انقلاب یک بار به اتفاق تورج نگهبان عزیز، عماد را مازیار، رفتیم به منزل آقای معینی کرمانشاهی، خانمش حضور داشت، خودش نبود، حالانچه منتظر نشستیم تا خود آقای معینی کرمانشاهی هم بیاد، که من به او روش خان شاعر خطاب میکردم، خان شاعر ما. در این حسابش یه نفر زنگ زد، خانم زندیات، خانم معینی، رفتن دم در رو، چند دقیقه طول کشید، برگشتن گفتن عجیبه، یکی از دوستان روشن ضمیر و خیلی صاحب فکر معینی الان آمده بود دم در و برای خداحافظی، گفت عازم سفرم، آمدم خداحافظی کنم، حلال بود به طلبم. و خیلی متأثر شد از اینکه معینی در خانه نیست. گذشت، فردای اون روز معلوم شد که اون مرد، اون دوست آقای معینی کرمانشاهی، به چندین خانه دیگه هم سر زده، با دوستانش خداحافظی کرد. شب هم رفته خانه، خوابیده و با زندگی وداع کرد. یعنی معلوم میشه که مرگ رو خودش انتخاب کرده بود، خودش انتخاب. یعنی کسانی که بر روح و ضمیر و دل و وجود خودشون تسلط دارن، استیلا دارن، کنترل دارن، اینا حتی میتونن روز رفتن رو خودشون تعیین بکنن. یعنی انسان باید به یه مقام خیلی شامخی برسه در زندگی از نظر فکری که خودش بتونه روز رفتن خودش رو انتخاب بکنه. در حال یکی از خاطراتی بود مربوط به اون دوران. و چند روز پیش هم که مراسمی برگزار شده بود به یاد خواهر آقای مهندس امیر شجره، که چند روز پس از درگذشت پسرش از با جان وداع کرد، چند روز پس از درگذشت فرزندش، تنها فرزند پسرش که 25 سالش بود، این مادر هم روز رفتن رو خودش تعیین کرد. یعنی گفته میخوام برم، میخوام به فرزندم بپیوندم. چند روز بعدم به سفر جاودانگی رفت، ترانه سرا شرمینه شجری که چندی ترانه داره که ابی خونده، آقای قمیشی خونده، میلاد تن من مثلا از کارهای اوست، میدونم یکی از کارهاش خانم گوگوش اجرا کرده و چندین خواننده دیگر. خیلی اسباب تأثیری که انقلاب این گونه ما رو از هم سوا کرد، جنب بود، جدا کرد و بسیاری از شخصیت‌های خلاق ما به کنج عزلت خزیدند، پس توی عزلت رو گزیدند و فراموش شدند و فراموش شدند
کسانی که احساسی داشتن و کار فکری انجام میدادن. خلاصه اگر انقلاب پیش نمی آمد، آینده درخشانی پیش روی اونها بود. اسباب تأثیر که ما داریم ثروت‌های انسانی خودمون رو یکی پس از دیگری در این دو روزگار از دست میدیم، همه دور از هم، همه پراکنده، انگاری که اقیانوسی از TNT زیر پای مملکت منفجر شده که امروز 10 میلیون نفر ایرانی بیرون از مرزهای مملکتشون زندگی میکنه. رقمی کمی نیست، 10 میلیون. اغلب هم ثروت‌های انسانی ما هستن، یا در ایران بودن واقعا به کار پیشرفت و ترقی و تعالی جامعه میخوردند. امروز ایران از وجود اونها، از خدمات اونها محرومه. همه آرزو دارن که کاش شرایط به گونه‌ای بود که اونها میتونستن استعداد و خلاقیت و تخصص و دانش و علم خودشون رو در ایران به کار بگیرن. من خیلی ها رو سراغ دارم. خب همیانون عزیز و ارجمندم، اجازه که از بازار موسیقی عبور کنیم و بازگردیم و دیداری داریم با یکی از چهره‌های برجسته و سرشناس ایرانیانی که در لس‌آنجلس زندگی میکنند. روز عجیبی در تاریخ آمریکا رو به یاد میارن که او.جی. سیمپسون، قهرمان بزرگ فوتبال، هنرمند سینما، برنامه ساز تلویزیون، سوار بر یک اتومبیل شکاری توی این فریوی ها سرگرم فرار بود و پلیس به دنبال او. اوجی چه کرده بود؟ اعلام شد که اوجی همسر سابق خودش و همینطور یک گارسون یکی از این رستوران های منطقه برینفود رو یک شب به قتل رسونده و متهم به قتله. هر حال دادگاه او تشکیل شد و این دادگاه یکی از پرهزینه ترین دادگاه در تاریخ ایالات متحده آمریکا است. پس که 33 میلیون دلار هزینه این دادگاه بود و در سراسر جهان مردمانی بودند که پای تلویزیون ها می نشستند و برنامه زنده محاکمه اوجی رو نگاه می کردند. شمار زیادی طرفدار او بودند و عده‌ای معتقد بودند که او با توجه به اسناد شواهد و مدارک موجوده قطعا قاتل. قتل به نحو فجیع صورت گرفت در یکی از محله‌های اشراف نشین یا ثروتمند نشین لس آنجلس. اجازه دهید که با سکا خانم دکتر ساناز علسی باشیم، استاد دانشگاه در رشته حقوق جزا. درود بر شما خانم دکتر ساناز علسی عزیز. درود به شما آقای میبودی گرامی و درود به همه بینندگان عزیز. حال شما خوبه؟ مرسی، خیلی ممنون. خیلی تشکر میکنم. به نظر من یکی از صحنه‌هایی که خیلی ها رو متأثر کرد اون لحظه ای بود که دادگاه حکم براءت اوجی رو داد، یا اوجی رو بیگناه شناخت، یا دست کم اعضای هیئت جوری به اتفاق. ولی بسیاری از حقوقدان‌ها، کسانی که مدارک را از نزدیک دیده بودند، به ویژه کارشناسان و کارآگاهان پلیس، معتقد بودند که رأی که دادگاه داده رأی درستی نبوده و احتمالاً در این رأی نگرش سیاسی هم دخیل شده. چون اوجی سیاه‌پوست بود، این احتمال داده می‌شد که اگر دادگاه حکم علیه او بده، قطعاً در آمریکا سیاه‌پوستان قیام خواهند کرد. خانم دکتر هستی، اگر شما قاضی دادگاه بودید واقعا چه رأیی میدادید؟ چه تصمیم میگرفت؟ البته من فکر میکنم وقتی که ما صحبت میکنیم در مورد پرونده اوجی سیمپسون که خب واکنش های خیلی متفاوتی رو به دنبال داشته، واقعا خب اگر به عنوان حقوقدان من خودم رو جای قاضی این پرونده بذارم، آقای لنس ایتو که خب این حکمشون واقعا واکنش‌های متفاوتی داشت،
به نظر من درست نیست که ما فقط قاضی رو سرزنش بکنیم به خاطر این حکم، ولی اگر من جای ایشون بودم سعی می کردم که از این واکنش هایی که ایجاد شده و جنجال آفرینی برای این پرونده جلوگیری بکنم. خب تلویز شدن پرونده های کیفری کریمینال کیس ها یک مسئله هستش که مخالفان زیادی داره و به نظر من اگر قاضی این پرونده اجازه نمی دادن که این پرونده تلویز بشه، پخش بشه از رسانه های جمعی و اینقدر جنجال آفرینی بشه، شاید واقعا کمک میکرد که حکم عادلانه تری ما ببینیم از این پرونده. و البته این مسئله تلویز شدن پرونده ها خب خیلی بحث های زیادی رو به دنبال خودش داره که آیا عده موافق هستن، عده مخالف هستن، برخی به US Constitution قانون اساسی آمریکا و اینکه public trial clause حق داشتن یک دادرسی عمومی در قانون اساسی آمریکا ذکر شده اشاره میکنن، و در قوانین مختلف دیگه ما میبینیم که این حق محدود شده، به عنوان نمونه در رول 53 از قانون دادرسی فدرال، اینکه اجازه عکس برداری و برادکستینگ از دادرسی های کیفری داده بشه محدود شده و ممنوع اعلام شده. من فکر میکنم به عنوان قاضی این پرونده من سعی میکردم که این پرونده کیفری رو به شکل یک ریالیتی شو در نیارم. واقعا پرونده اوجی سیمسون به شکل یک ریالیتی شو در مدت قاضی این پرونده در شوهای تلویزیونی شرکت میکردن و نظر میدادن و همه اینها باعث میشه که در عادلانه بودن حکم نهایی تأثیر بذاره. جالبه. خب وقتی شما مبادره به پخش مستقیم یک دادگاه جنایی میکنید، خب در واقع در دادگاه رو باز میکنید به روی میلیون ها نفری که حالا یا طرفدار متهمند یا دشمن او، و این اثر میذاره به هر حال روی دادگاه، کما که در مورد اوجی سیمپسون هم همین شد. یعنی واقعا حوادث بیرونی بود که خود دادگاه رو تحت تاثیر قرار داد. خیلی ها نگران قیام سیاه پوست ها بودن در سراسر آمریکا. میخوام ببینم که قاضی بر اساس چه ماده قانونی اجازه داد که این دادگاه به طور زنده از تلویزیون ها پخش بشه؟ ایشون خود یعنی بعد از دهه ها آقای لنس ایتو که هم اکنون هم قاضی هستن در لس آنجلس، ایشون خودشون اجازه دادن که این اتفاق بیفته و ما دهه ها به این شکل در آمریکا برادکستینگ و پخش زنده دادگاه ها رو به این شکل نداشتیم، به خاطر یک پرونده ای که دهه های قبل از دهه 90 مطرح شده بود در آمریکا و پخش شده بود از رسانه های جمعی و تاثیر خوبی نداشت، این اجازه داده نمیشد. ولی خب ایشون تصمیم میگیرن که این اجازه رو صادر بکنن، این رأی رو بدن که اجازه داده بشه به رسانه های جمعی که بیان بعد تصویر برداری بکنن. و در برخی از قوانین خب گفته شده که با توجه به اینکه خب در قانون اساسی آمریکا منع نشده پابلیک ترایل هست، ما چجوری میتونیم اینو تفسیر بکنیم که آیا حضور رسانه های جمعی، عکس برداری، فیلم برداری، پخش مستقیم از صحنه های دادگاه ممنوع هست یا ممنوع نیست؟ تفاسیر مختلفی وجود داره و برخی عقیده دارن پابلیک ترایل کلاس که در قانون اساسی آمریکا ذکر شده مقصود به حضور و حضور عکاسا، فیلمبردارا و پخش زنده از تمامی صحنه‌های دادگاه نیست. مقصود این هست که تعدادی از خبرنگاران از طرف روزنامه‌ها، مجلات میتونن حضور داشته باشن و اینکه به این شکل گسترده اجازه داده بشه که صحنه‌های دادگاه از رسانه‌های جمعی پخش بشه
خب تاثیر بسیار بدی میتونه داشته باشه، مخصوصا در خصوص این پرونده که متهمش آقای اوجی سیمسون یک از ستاره های فوتبال آمریکا بودن، فرد مشهوری بودن، هنرپیشه بودن و سیاه‌پوست بودن و از یک طرف واکنش سیاه‌پوستا مطرح میشد. شما در ابتدا اشاره کردیم به واکنش های مردم نسبت به این حکم براءت وقتی که صادر میشه برای این پرونده و یک سری رأی‌گیری هایی بعد از صدور این حکم صورت گرفت، یک سری بررسی های سروه هایی انجام شد که ببینن واکنش مردم واقعا چی بوده و بر اساس این سروه ها و بررسی هایی که شد، نظرگیری هایی که شد، دیده میشه که بیشتر سیاه پوستا از حکم براءت آقای اوجی سیمسون راضی بودن، ساتیسفای بودن از این دیسیژن دادگاه، تصمیم دادگاه، و بیشتر سفید پوستای آمریکا ناراضی بودن. ناراضی بودن. دیگری واقعا به نظر من قابل تأمل هست که واقعا ما رو به فکر میندازه که چرا باید دیسکریمینیشن و تبعیض نژادی در نظام عدالت کیفری آمریکا و سایر نظام‌های عدالت کیفری دیگه، کرمینال جاستیس سیستم‌های دیگه وجود داشته باشه. خود ما مثلا در دوره جوانی شاهد محاکمه تلویزیون که از طریق تلویزیون پخش می‌شد، محاکمه جمعی از چهره‌های چپ، گل سرخی یکی از اونها بود و خب به نظرم خیلی تأثیر ناگواری داشت، تأثیر منفی داشت در روی مردم یا ناظران. و من همون موقع متوجه قبح قضایا شدم تا اینکه رسیدیم به دوره انقلاب و نخستین بازجویی انقلابی از طریق تلویزیون که آقای ابراهیم یزدی گردانندش بود، جمعی از جنرال‌ها رو دستگیر کرده بودن و او در برابر دوربین اونها رو در واقع بازجویی میکرد و خب اونم در اون جبه انقلابی و در حالی که شمار زیادی از انقلابیون توی خیابونها بودند و شعارهای آتشین میدادن. بکنید چه وضعیتی خانواده ها داشتن، خانواده همین افراد متهم و دستگیر شده. به هر حال این ماجرای اوجی، اما طنز قضایا از این قرار، از این همیارانم، از این قراری که اوجی سیمسون با این که تبرئه شد در اون دادگاه، سالها بعد در دهه 90 به لاس وگاس رفت و در اونجا توسط پلیس بازداشت شد به اتهام سرقت مسلحانه، گروگانگیری و کلاهبرداری و الان سالیان درازه که در یک زندان دور افتاده در قلب کویر به دور از رسانه ها در زندان به سر میبره. قیافش عوض شده، قیافه هولناکی گرفته. اوجی خیلی خوش قیافه بود، خیلی فوق العاده، در حدی که در فیلم های سینمایی ازش استفاده میشد یا برنامه های تلویزیونی، و حالا به نظر میرسه که باید سالیان دراز در این زندان باشه. تا چه احتمالا اوجی در زندان خواهد موند؟ آقای میبودی عزیز، بله همینجور که شما گفتین، آقای اوجی سیمسون درسته که به دلیل حکم براءتی که صادر میشه از دست عدالت فرار میکنن در دهه 90، ولی ما میبینیم که در سال 2007 به دلیل جرائم دیگه‌ای که در ایالت نوادا مرتکب میشن، سرقت مسلحانه از یک هتل کازینو و سایر جرائم که درجه فلونی جنایی داشتن، بار دیگه به زندان میفتن و این دفعه 33 سال زندان برای ایشون در نظر گرفته شده که البته تا سال 2017 امکان خروج یا آزادی مشروط هم براشون فعلا در نظر گرفته نشده، یعنی 100% تا سال با توجه به اینکه امکان آزادی مشروط پارول براشون در نظر گرفته نشده در زندان به سر خواهند برد. به سر میبرن. جالبه. یکی نیکول خدای اسم همسرش چی بود؟ بله، همسرشون خانم نیکول سیمسون که همسر سابقشون البته بودن و دوست همسرشون آقای اوجی سیمسون آقای گولدمن دبل مردر
به دلیل قتل دو نفر بود که در سال 94 به دادگاه کشانده میشه پروندهشون، و واقعا یک مسئله هستش که خب ما میبینیم که واقعا افرادی که مرتکب جرم میشن، مرتکب بزه میشن، برخی اوقات این مسئله رو تکرار میکنن. خب در دهه 90 به علت دابل مردر، قتل عمدی دو نفر، و بعد در سال 2007 به دلیل یک سری از جرائم خشونت آمیز دیگه که خب واقعا در اصطلاح ما به این افراد habitual offender یا مجرمان به عادت میگیم، که اینها اگر در زندان نگهداری بشن یا حتی اگر مثل آقای اوجی سیمسون خوششانس باشن که تبرئه بشن، باز هم به بزهکاری روی میارن. کاملا. حالا اگر واقعا دادگاه اوجی برای خود اوجی خیلی بد بود خیلی از طرفداران او، ولی برای خانواده کارداشیان و کارداشیانش بد نشد، چون شهرت این خانواده از همون زمان شروع شد، چون پدر این خانواده اون زمان جز تیم حقوقی آقای اوجی سیمسون بود. البته بعدها کارداشیان خودش در گذشت، ولی دختران این خانواده به شهرت رسیدن و امروز جز بت‌های این مملکت محسوب میشن. نه تحصیلات دانشگاهی دارن، نه خلاقیت فوق‌العاده‌ای، نه هنری، ولی مازالک این رسانه‌های زرد آمریکا موفق شدن که از اونها بت‌سازی کنن. اینطوریه نیست؟ بله، وقتی که خب این پرونده ها که در اصطلاح بهشون celebrated cases میگیم اینجوری مورد توجه قرار میگیرن، تمام افرادی که به عنوان نقش‌آفرینان اکتورهای این پرونده کیفری بودن و در اون دادرسی کیفری حضور داشتن، حالا اهم از شهود اون پرونده، کارشناس ها، گروه وکلا، دادستان، پروسیکیوشن تیم و همه این افراد به نوعی مطرح میشن. خب مخصوصا پرونده آقای اوجی سیمسون که در تاریخ عدالت کیفری آمریکا نادر بود به علت توجهی که به این پرونده شد، و آقای میبودی به قدری توجه به این پرونده زیاد بود که گفته میشه حتی افرادی که مقامات سیاسی کشورهای خارجی بودن وقتی به آمریکا سفر میکردن از رئیس جمهور وقت اون دوره آمریکا آقای کلینتون سوال میکردن در مورد حکم این پرونده که بالاخره چه میشود، آقای سیمسون آیا واقعا مجرم هستن یا نه. درسته، کاملا. خانم علسی عزیز، همین چیز سال برای من مطرح بوده که اگر یک قاضی در دادن حکم دچار اشتباه شد، خب تنبیه قانونی این قاضی چیه؟ بله، بستگی داره که البته اشتباه به چه گونه ای باشه. اگر اشتباه واقعا در اثر قصور قاضی باشه و از به دلیل این باشه که مواردی رو نادیده گرفته، که حالا میتونه این به شکل حتی در مراحل بالاتر اینتنشنالی آمدانه هم باشه، این واقعا قابل پیگیری هست و چنین افرادی رو پیگیری میکنن و واقعا شاید از سمتشون برای مدتی به صورت ساسپنشن نتونن حتی دیگه به کار قضاوت بپردازن، یا حتی دادستان هایی هستن که در صورتی که اشتباه آمدانه باشه یا در به علت اشتباه محرزی باشه که قابل اثبات باشه که در اثر این اشتباه بوده و در سر قصور این قاضی یا دادستان بوده، ما میبینیم که از نظر در مرحله اول به دلیل violation ethical codeشون، به دلیل نقض مسئولیت هایی که به دلیل شغلشون، شغل خطیرشون بر عهده دارن، قابل پیگرد هست، و در مراحل بالاتر از نظر مسئولیت های مدنی که دارن و اگر آمدانه باشه که حتی از نظر کیفری هم قابل پیگیری هست. مثلا این مجموعه شخصی بیچاره، کسانی که
به جهت یک حکم خطا سالهای طولانی از عمرشون رو در زندان بودن، بعد بیگناهیشون بعد از بررسی وضعیت دی ان ای اونها اثبات میشه، خب این قضاتی که چنین احکامی صادر کرده اینا چه وضعیت پیدا میکنن؟ جوابگو نخواهند بود؟ البته من در مرحله اول لازم هستش که بگم ما وقتی که با یک حکم، حالا اینکه ما میدونیم 100% اشتباهه به دلیل آزمایش دی ان ای، یا اینکه به دلیل شواهد و قرائنی که وجود داره ما فکر میکنیم که حکم ناعادلانه ای هست، ما فقط نباید قاضی رو سرزنش بکنیم. از همون آغاز افراد مختلفی هستن که در اینکه واقعا این حکم به چه مرحله‌ای برسه نقش دارن. از همون مرحله اول اینوستیگیشن پلیس در مورد افرادی که شما مثال زدین بیگناه بودن، محکوم به اعدام شدن، بعد از مدت ها وقتی که در زندان بودن تبرئه شدن، اگزانریت شدن، یا حتی بیگناه اعدام شدن. خب اجازه دید که خانم دکتر اجازه با شما خداحافظی کنید، در این مرحله وقت ما تمام شد. خیلی ممنونم، چقدر آموزنده بود. خواهش میکنم. امیدوارم اگه پرونده هایی در این زمینه وجود داره حتما در برنامه آینده بهش اشاره کنیم به طور مشخص. من به شما روز بخیر میگم با تشکر از شما. مرسی، ممنون از شما و روز شما هم بخیر. خب همینان ارجمندم، خداحافظ. امیر درخشان تشکر میکنم.